تمیم شنسب، مردی که برای 24 ساعت بدنه اصلی کابل را تعطیل کرده بود و در شهر نو با پلیس بعد درگیری نظامی پرداخته بود. دادستانی کل بررسی هایش روی پرونده شنسب و 20 تفنگدارش را به پایان رسانده و قرار است به زودی پرونده آنان را به دادگاه بسپارد. دادستانی می گوید که در بررسی ها تمیم شنسب به چندین مورد قتل و مجروحیت، برهم زدن نظم عامه، تجاوز بر کارمندان تنظیف، وارد کردن آسیب مالی بر بخش‌های از شهر نو و سرکشی از حکم دادگاه و قانون متهم شده است. تحقیقات تکمیل است. به شمول آقای شنسب 20 نفر تحت توقیف قرار دارند. ان قریب دوسیه‌شان هم محول محکمه ساخته میشه. از نزد تمیم شنسب یک شمار جنگ افزارهای سبک سنگین نیز به دست آمده بود. جنگ افزارهایی که این شخص از آن در برابر نیروهای دولتی کار گرفت. زمانی که افراد نظم عامه را مختل می کنند، مردم توقع دارند که به یک قاطعیت، سرعت زیاد و بر اساس یک تقسیم اوقات از قبل اعلان شده پرونده هایشان به صورت شفاف بررسی بشه. مردم می گویند که حکومت باید دامنه حاکمیت قانون را فراختر بسازد، به ویژه روی افراد زورمند و تفنگداران غیر مسئول که هم امنیت پایتخت را به چالش کشیدند و هم سر از قانون باز میزنند. اینا می بنامه مختلف در میان مردم نظم مردم از بین میبره، جامعه را دچار بدبختی و دچار تفاهم بد میکنه. با یک چند تعداد نفر که دارن یک چند میسلایی که دارن غیر قانونی و هم حتما که بالای غریب زور میگن. پلیس گفته بود که میخواست یک خانه غصب شده را بعد دستور دادگاه از تمیم شنسب پس گیرد، اما این فرد با تفنگدارانش بعد دستور دادگاه پشت گوش کرد و با پلیس بعد درگیری نظامی پرداخت.